داستان‌های فارسی خانواده سوئیسی رابینسون سال 1812 بود. کشتی ما داشت از سوئیس به استرالیا می‌رفت که گرفتار طوفان شدید می‌شد. قایقای نجاتو بیارید، کشتی رو ترک کنید. من با عجله به کابینم تو طبقه پایین رفتم و همسرم بچه هامونو بیدار کرد، ولی وقتی به عرشه رسیدی همه ی قایق‌های نجات رفته بودن. پدر، بدون ما رفتن؟ بچه ها اصلا جای نگرانی نیست، یه خشکی همین نزدیکی ها میبینم. صبح روز بعد طوفان تموم شده بود و دریا کاملا شفاف بود. باید نزدیک یه جزیره باشیم، ولی اول باید یه قایق چوبی بسازیم. پدر، نگاه کنی. آفرین فریتز. پدر، حیوانای اهلی زیادی تو کشتی هستن و ما نمیتونیم رهاشون کنیم. ببین کی تا اینجا اومده. چوک و جونو صداشون میکنیم. فرانکا، بیا عزیزم، باید هرچی غذا توی کشتی هست و جمع کنیم. قایق بشکه‌ای من آماده شد. بعد برای حیوانامون تخته شناور ساختیم و با طناب به قایق متصل کردیم. تقریبا یک ساعت بعد به ساحل رسیدیم. حالا وقتی یه غذای گرمی. ویلیام، تا من برای غذا درست کردن آماده میشم تو باید بری و چوب جمع کنی. بچه ها به همون کمک کنی. همه دست به کار شدن و خیلی زود غذای خوشمزهی خوردیم. حالا باید یه سرپناه برای شب میساختیم. ما یه رول پارچه بزرگ با خودمون از کشتی آورده بودیم و با کمک بچه ها باهاش چادر درست کردیم. بیا جک، باید هیزم بیشتری جمع کنیم و آتیش درست کنیم که حیوانای وحشی رو در طول شب دور نگه داره. وقتی خورشید غروب کرد رفتیم توی چادرمون و به این ترتیب اولین روز از زندگی تو جزیره ارزشمندمون رو گذروندیم. صبح روز بعد فریتز، استر و من تصمیم گرفتیم بیشتر تو جزیره بچرخیم. همونطور که داشتیم نزدیک یه فضای خالی قدم میزدیم، ترک، جونیو، برگردین اینجا. اون بیچاره رو نترسونی. چیزی نیست، بهتون صدمه نمیزنن، قول میدم. بیا اینجا کوچولو. چیزی نیست، جات امنه. پدر، میتونیم اینو نگه داریم؟ اینطور که معلومه حسابی نظر شما رو جلب کرده. خیلی خوب باشه، اگه این کوچولو هم بخواد میتونه با ما بیاد. پدر، نگاه کن، کدوم نیشکر. شگفت انگیزه، نیشکر تو این گرما خنکمون میکنه و مادر میتونه باهاش خوراک درست کنه. با کدو هم میشه یه غذای مقوی و خوشمزه درست کرد. خدای من، عجب کشفی. بعد به تپه بلندی رسیدیم که از اونجا میتونستیم اقیانوس رو ببینیم، ولی حتی یک کشتی یا قایق هم به چشم نمیخورد. در اون موقع ممکن بود ما تو دنیا تنها باشیم. مطمئنم که فریتز و استرم همین فکر رو میکردن، ولی همه ما ترسمون رو پنهون کردیم و به هم لبخند زدیم. مادر، پدر، فریتز و استر برگشتن. یه میمون. بله، حالا باید چی صداش کنیم فرانکا؟ میگم بیاین میپ صداش کنیم. چه اسم قشنگی. باورت نمیشه امروز چی پیدا کردیم. مامان، بیا نشونشون بدین، دنبالم بیاین. خیلی خوب، راهنماییم کن ناخ. خدا، خدای من. اینا گیاه سیب زمینی هستن. چه زمین بزرگی. حالا دیگه تو تموم سال سیب زمینی داریم و مشکل غذا نداریم. آو، چیزای زیادی داریم که باید به خاطرشون شکرگزار باشیم. و این آخریشون نیست.
بیاین جلوتر تا یه چیزی نشونتون بدم. همسرم ما رو به یه منطقه عجیب و خالی برد که وسطش دو تا درخت غول‌پیکر بود که ریشه هاشون دور تا دورشون پیچیده بود. چه شاخه های پهنی، میتونیم روشون بخوابیم. دقیقاً همین کارو میخوایم بکنیم عزیزم. این یعنی چی؟ خب این ساحلی که توش هستیم حالا دیگه خیلی گرم شده و نگران حیوانای وحشی هم هستیم. ویلیام، میتونیم روی این شاخه ها خونه بسازیم؟ باید کاملا از حیوانای وحشی در امان باشیم. تازه اینجا خیلی دلپذیر و خنکه. بتابای باحالی هم داره. منم میخوام. بیا اینجا بپر روشونم. محکم بگی. همه دست به کار شدیم. اول به کشتی شکستمون برگشتیم تا هر چی باقی مونده بود و برداریم. این کار 4 روز طول کشید. از در و تخته گرفته تا تخته های چوبی کف و همه مواد غذایی و ابزار باقی مونده مثل تبر، بیل، تناب، میخ و چکش. و بعد مشغول ساختن خونه درختیمون شدیم. استر نردبونی با تناب و شاخه های بامبو ساخت که از اون برای بالا و پایین رفتن از خونه استفاده می کردیم. فکر کنم باید روی جاهای مختلفی از جزیره که میشناسیم اسم بذاریم. اینجوری جزیره مثل شهر خودمون میشه. فکر فوق‌العاده ای مادر. درسته. بیاین اول با خلیجی که چادرمونو توش ساختیم شروع کنیم. اسمشو چی بذاریم؟ خونه چادری. خیلی خوب به نظر میرسه. زمین سیب زمینی رو همون زمین سیب زمینی صداش کنیم. این در واقع بهترین اسم براش. خونه درختی رو چی صدا کنیم؟ خونه درختی؟ خونه بلند؟ لونه نردبونی؟ تپه کوچی؟ وای عجب اسم فوق‌العاده‌ای. عالیه. ما بیشتر تو جزیره گشتیم و درخت های کاوچویی پیدا کردیم که از شیره اونا میتونستیم برای فصل زمستون چکمه درست کنیم. بعد با استفاده از لوله ها و تخته های شکسته سد ساختیم. فصل بارانی فرا رسید و مجبور شدیم زیر درخت پناهگاهی بسازیم و اونو با قیر ضد آب کنیم. میدونستیم که باید برای پاییز و زمستون خونه ای پیدا کنیم. اینهاش. پدر نگاه کن، زنبورا دارن از اون تو میان بیرون. حتما روزنه ای اونجا هست. اول باید زنبورا رو بیاریم بیرون. با استفاده از دود زنبورا رو فرستادیم تو کدو و اونا رو کنار درخت دیگه ای گذاشتیم تا کندوی جدیدی بسازن. بعد رفتیم توی غار و گشتیم. اینجا خونه فوق‌العاده‌ای میشه. بعد دیواره های غار رو به اندازه در و پنجره هایی که از توی کشتی شکسته آورده بودیم برش زدیم. جای کافی برای ساختن اتاق های مختلف و پناهگاه های بزرگ برای حیوانامون وجود داشت. همسرم با خودش بست هایی آورده بود که اونا رو کاشتیم و بهمون سبزی ها و میوه های زیبایی داد. تو شهرمون هیچ غذایی اینقدر خوشمزه نبود مگه نه؟ چرا فقط غذا؟ اینجا همه چیز خیلی قشنگتر به نظر میاد. جادوش تو هوای پاک جزیره است. یه زندگی ساده و بدون عجله تو دل طبیعت که همه چیز رو زیباتر و بهتر میکنه. ما زندگی آروم و شادی توی جزیره داشتیم. بچه های من در حال رشد و سالم بودن. ارتباط دائمی ما با طبیعت، اهمیت ورزش، کار، حضور ذهن و مهربونی با موجودات دیگر رو به اونا آموخته بود. 10 سال گذشت. یه روز که استر و فریتز روی تپه بودن، اون یه مرغ دریاییه، زخمی شده تفلکی. هی، این انگار یه نوشته است. 3 ساله که گم شدیم، کمک. یعنی واقعا یه نفر دیگه یه جای این نزدیکی هست؟ یکی که به کمکمون نیاز داره. بنابراین به سرعت راه افتادیم تا ببینیم اون کی میتونه باشه. قایق چوبیمون مدت ها بود که به یه قایق بادبانی بزرگ تبدیل شده بود. ما 2 روز دریا نوردی کردیم و سرانجام یه چیز هیجان انگیز کشف کردیم. پدر اونجا رو ببین، صدف خوراکی، یه عالمه. صدف با مروارید ارزش‌های مادی زیادی داره.
ما اینجا به پول نیازی نداشتیم، ولی اگه یه روزی به دنیای متمدن برمیگشتیم چی؟ تصمیم گرفتیم شب و تو ساحل صدف ها بگذرونیم. انگار یه چیزی پشت اون سنگ تکون میخوره. علف ها رو ببین، اونا هم تکون میخورن. باید تو قایق بمونیم و تا شب منتظر باشیم، بعد شاید بتونیم به ساحل بریم و ببینیم. اگه کسی تو این ساحل باشه حتما شب آتیش درست میکنه، از دودش میتونیم بفهمیم. فقط یه برجک اونجا هست، یعنی یه نفر یا یه خانواده اونجا هستن. ناگهان شما کی هستین و چی شما را آورده اینجا؟ یه نوشته روی پای مرغ دریایی. یه نوشته؟ متشکرم، من جنی هستم، پدرم دریا سالار ارتش بریتانیاست. من داشتم به انگلستان سفر میکردم که طوفان شد. نمیدونم هنوز پدرم دنبالم میگرده یا نه. و اینجا خونمه. همه اینا رو خودت ساختی؟ خیلی تحسین برانگیز. ما جنیو به جزیره خودمون آوردیم. همسرم فوراً از اون زن باهوش، سخت‌کوش و شجاع خوشش اومد و معلوم شد که پدرش واقعاً هنوز دنبالش بوده. چند روز بعد پدر، یه کشتی داره به سمت جزیره ما میاد. بودو، تفنگ دودزا، زود باش فریتز. ما از سپه رفتیم بالا و از برجمون شلیک. صدامونو شنیدم پدر، جواب دادن. خانم ماتروز، نمیتونی تصور کنی که چقدر خوشحالم از این که به پدرت خبر میدم که در امانی، و آقای رابینسون خیلی خوشحال میشم که شما را به خونه برگردونم. شما رو نمیدونم ویلیام، ولی من میخوام بقیه عمرم رو اینجا بگذرونم. منم میخوام همینجا بمونم. شما چطور بچه ها؟ منم دوست دارم، ولی میخوام ببینم تو دنیای واقعی چی کار میتونم بکنم. منم دلم نمیخواد بهشتمون رو ترک کنم پدر، منم میخوام بمونم. منم همینطور. پسرم، این دفترچه همه کارهاییه که تو این 10 سالی که تو جزیره بودیم انجام دادیم. ببین میتونی چاپشون کنی؟ حتما پدر. سعی کن خوب و صادق و سخت کوش باشی. به کسایی که بهت نیاز دارن کمک کن و نسبت به همه موجودات دلسوز باش. به مردی منصف و درستکار شناخته شو. بله مادر. من پیامی براتون دارم آقای رابینسون. با قدرتی که سلطنت بریتانیا به من اعطا کرده، دریا سالار مانتروز عنوان فرماندار این جزیره رو به شما اعطا میکنه. جدی؟ متشکرم. صلح و کامیابی براتون آرزو میکنم. این داستان پیروزی روح انسانه که میتونه زنده بمونه و از دل هر شرایط، مشکل یا دردسری بهترین استفاده رو ببره. یادتون باشه ما از هر چیزی که ممکنه برامون اتفاق بیفته قوی تریم.